سلام دوستان، به کانال خالصی ما خوش آمدین. امروز میخوام با آموزش گراتن ماکارونی در خدمتتون باشم. میریم که با معرفی مواد کارمون رو شروع کنیم. گوشت چرخ کرده 300 گرم، فلفل دلمه نگینی شده 1 عدد، ماکارونی فرمی 500 گرم، پنیر پیتزا 300 گرم، پیاز 1 عدد متوسط، ژامبون گوشت رنده شده 200 گرم، قار 4 عدد بزرگ، گالینا بلانگا 1 عدد، نمک، فلفل، زردچوبه، آبیشم به مقدار لازم. روب 1 قاشق غذاخوری پر. مواد لازم برای سس بشامل: شیر 1 پیمانه، آرد سفید 2 قاشق غذاخوری، کره 50 گرم، زعفران به مقدار لازم. من آب گذاشتم، به جوش اومده. میخوام ماکارونیامونو داخلش بریزم تا پخته بشه. قبل از اینکه ماکارونیو بریزم یه مقدار زردچوبه توی آبمو میریزم که ماکارونیامون خوش رنگ بشه. و همینطور نمک. نمک هم باید حتما اضافه کنم. میذاریم تا کامل پخته بشه. فکر کنم 7-8 دقیقه کافی باشه. پیازامون رو ریز خورد میکنیم. روغن رو گذاشتم داغ شدش. پیازامون رو داخلش سرخ میکنم. میذارم کامل سرخ بشه. سعی کنید توی غذا روغن زیاد نریزین، چون پنیر پیتزا هم آخر بهش اضافه میشه. بنزه کافی، پنیر پیتزا خودش چرب هستش. قارچا رو من شستم، ورقه خورد میکنم. پیازم رو سرخ شد، گوشت رو بهش اضافه میکنیم. ماکارونیمون کامل پختش. من با آب ولن یا کشی کوچیک روش انجام میدم. میذاریم کنار تا آبش کاملا بره. قارچو به گوشتمون اضافه میکنیم. حرارت گازمون باید بالا باشه تا آب نندازه قارچمون. مواد اضافه میکنیم. فلفل دلمه رو زیاد نباید تف بدیم، چون که تلخ میشه. آخر کارمون اضافه میکنیم. سریع هم برمیداریم. ادویه‌مون اضافه میکنیم. روبمون رو میزنیم.
مواد ما آماده شد، میریم که بقیه کارا رو انجام بدیم. میریم که سس بشاملمون رو درست کنیم. کره رو میذاریم آب میشه. آردمون رو اضافه میکنیم. آرد رو یه مقدار تفت میدیم تا بوی خامی آرد گرفته بشه، زیاد نباید سرخ بشه. شیرمون رو آرومش اضافه میکنیم، تون تون هم میزنیم تا گره گره نشه. همینطوری هم میزنیم تا از کناره هاش جوشای ریز بخوره، زیادم نذارید سفت بشه. سس ما آماده شدش. یکم زعفرون داخلش میریزم تا رنگش بهتر بشه. سس ما الان آماده است. میتونی یه قاشق هم داخلش خامه بریزید، خامه دل بخواهیه ولی خوشمزه ترش میکنم. کالا بلانگامونو روی موادمون خورد میکنیم و یک هم میزنیم. خب آماده شده. ماکارونیمون رو داخل ظرف مورد نظر که میخواییم داخل فر بذاریم میریزیم. قشنگ بازش میکنیم. سوسمون رو میریزیم. کالباس رنده شده امونو میپاچیم روش. سس بشامل رو میریزیم. ردیف بعد دوباره ماکارونی اونو می‌ریزیم. ردیف آخر سس و کامل میریزیم رو موار.
پنیر پیتزامونو مرحله آخر رو کل موادمون میریزیم. گراتن ما آماده شد که بذاریم داخل فر. قبل از اینکه بذاریم داخل فر، فر رو توی دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 7-8 دقیقه میذاریم که کامل فرمون داغ بشه. بعد گراتنمون رو داخل فر میذاریم به مدت 30 دقیقه. دوستان، گراتن ما آماده شد. من براتون سروش کردم و یه کوچولو تزئینش کردم. با سس‌های مختلف میتونید میل کنید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما درست کنی، نوشه جان کنی، ما رو به دوستاتون معرفی کنی. تا برنامه بعد و غذای دیگر، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.